حالا ویدیو امروز میخوام بهتون آموزش بدم که چطوری فقط با کپی کردن و پیست کردن متنی که بهتون میگم بتونید هر بار $15 پول به دست بیارید و خیلی راحت با متد ارزهای دیجیتال بتونید داخل تراست والتتون برداشتش رو بزنید. بچه‌ها هیچ نیازی به تجربه و داشتن هیچ مهارتی نیست، فقط این ویدیو رو تا آخرش نگاه بکن. سلام بر بچه خفن سوید مانی. بچه خیلی خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای کانال من. اسم من مانیه، هر روز براتون دوتا ویدیو میذارم از جدیدترین روشهای کسب درآمد دلاری. داخل ویدیو امروز گفتم بهتون میخوام آموزشتون بدم که چجوری با کپی پیست کردن متنایی که بهتون میگم ارز دیجیتال رایگان به دست بیارید بچه و هر بار بین 10 تا $15 پول بگیرید و خیلی ساده بتونید آنن برداشتش رو بزنید. بچه اگر از این ویدیو خوشتون اومد یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کانال من سابسکرایب کنید، کامنت برام بذارید و کلی به هم انرژی و انگیزه بدید بچه. و اینکه یادتون نره بچه لینک هر سایتی که توی ویدیو ازش استفاده میکنیم توی کانال تلگرام براتون آپلود کردم گذاشتم و مستقیما میتونید دسترسی داشته باشید بهش. و اینکه لینک کانال تلگرامم هم توی دیسکریپشن و هم توی کامنت اول براتون پین شده و حتماً جوین کانال تلگرام بشید، چون به محض 5000 تایی شدنم یه قرعه کشی 2 میلیون تومانی داریم. بچه دمتون حسابی گرم، عیدتون هم مبارک بشه، امیدوارم بهترین سال باشه براتون. دمتون حسابی گرم، به خاطر تک تک حمایتتون بدون معطلی بزنید بریم سراغ این ویدیویی. خب بچه وارد سایت سئو کلرکس شدیم. بچه مطمئنن خب همتون آشنایی دارید با سایت سئو کلرکس. برای دوستانی که نمیدونن سایت سئو کلرکس هم یک سایت فریلنسری مثل سایت فایور هستش، با این تفاوت که یک مقدار کامیونیتی کوچیک‌تری داره. و موضوع بعدی اینه که خب متدهای برداشتی خیلی متنوعی داره. فایور فقط با پیپال شما میتونید برداشت بزنید، اما داخل این سایت شما با انواع اقسام ارزهای دیجیتال هم به صورت دایرکتلی میتونید برداشتتون رو بزنید. بچه‌ها توی سایت که میایم، کاری که ما امروز میخوایم انجام بریم تحت عنوان آرتیکل رایتینگ هستش. بچه‌ها برای دوستانی که آرتیکل رایتینگ نمیدونن چیه، به در واقع مثلا یه حالت دیدید یه زمانایی، حالا اونایی که دانشجو بودن بیشتر درک میکنن، پایان نامتون رو مثلا میدادید یه نفر بنویسه براتون و براش پول پرداخت میکردید، یا مثلا یه زمانی یه تحقیقی داشتید مثلا اون تحقیق رو از یک جا میخریدید، یا مثلا یه نفری براتون انجامش میده چون پولش رو میدادید. این هم یه همچین حالتیه، یعنی شما یک مقاله نیاز دارید و این مقاله رو فرد میاد برای شما تهیه میکنه و براش پول میگیره. حالا توی این مقاله‌ای که تهیه میکنه، اولا بهتون میگم که ترافیک سایت خیلی اوکیه. مثلا این فرد گفته یه دونه مثلا یک مقاله خیلی خفن با کوالیتی بالا و سئو بالا برات می‌نویسم، $5 میگیرم، 1259 نفر به سفارش کار دارن. دوباره این یکی $2 میگیره، 51 نفر سفارش کار دارن. این یکی 21 نفر، 2 نفر، 185 نفر، 121 نفر، 186 نفر. کلا ترافیک سایت ترافیک خوبیه. اما خب برای اینکه این ترافیک خوب شما تجربه کنید، باید چند تا موضوع رو رعایت کنید. اولا برای داشتن یک همچین پستی شما نیازه که بیاید اول اکانتتون رو مطمئنم باید بسازید، که خیلی ساده میتونید بسازید، خیلی راحته. ایمیل، پسورد، نمیدونم، هر خیلی خیلی آسون مثلا. هر اطلاعاتی هم که خاص و نداشتید فیک آدرس جنریتور بهتون میده. بچه توی گزینه سلر، سل و سل سرویس رو شما کلیک میکنید. بچه از این قسمت یه دونه شماره موبایل ازتون میخواد که خب شماره موبایل ایران رو داره، پیداش میکنید و شماره موبایل خودتون رو وارد میکنید و خیلی ساده وریفیکیشنتون رو انجام میدید. بچه یک سری سوال ها ازتون میپرسه، آقا از کجا با این سایت آشنا شدید، از کجا مثلا این سایت رو میشناسید، نمیدونم تخصصتون چیه، که خب همه رو جواب میدید، میگید مثلا از اینترنت، از یوتیوب با این سایت آشنا شدید و تخصصتون بچه رایتینگ هست، شما نویسنده هستید، چون قراره که آرتیکل بنویسید، یک مقاله رو تایپ بکنید. و موضوع بعد اینه که تو نوشته یا تایتل اون پستی که دارید باید بنویسید آقا من یه مقاله مثلا 1000 کلمه‌ای 1500 کلمه‌ای بر شما می‌نویسم، این مقاله با سئو بالا، یه مقاله با کوالیتی بالا، و مثلا فقط توی 2 ساعت، فقط توی 1 ساعت بهتون تحویل میدم. قیمتش هم مثلا می‌ذارم $3، $5، فعلا $10-15 نذارید بچه، چون اول کارتونه و مثلا یارو با قیمت $5 1000 تا مشتری داره. شما باید قیمتتون رو یه چیزی بذارید که سمت شما هم بیان دیگه. مثلا این گذاشته $20، کسی نمیره سمتش. یا مثلا یکی گذاشته $15، $22 مثلا یکی حالا یکم سفارش داره، دوباره $15 هیچکی. اما خب اونایی که بیشتر قیمتشون پایینه، خب سفارش کار بیشتری گرفته، مثلا $7 490 نفر به سفارش دادن، $8 297 نفر. میبینید
اولش قیمتتون رو بذارید پایینی مقدار که مشتری جذب کردید، بعدش قیمت ها رو ببرید بالا بچه ها. این اکثر هم که تامنیلتون هست باید یه چیز اوکی بذارید بچه ها. اما حالا شما اصلا انگلیسی بلد نیستید، چجوری میخواید یک مقاله تایپ بکنید؟ از جایی هم که نمیتونید کپی بکنید، چون اگر از جایی کپی بکنید قشنگ کپی رایت میخورید و خب نمیذاره سایت فعالیت بکنید بچه ها. اما شما میاد سرچ میکنید داخل اینترنت anyword.com یا از طریق لینکی که توی چنل تلگرام براتون قرار دادم وارد این سایت میشید بچه ها. اکانتتون رو میسازید، ساخت اکانتتون خیلی آسونه، هیچ کاری نداره. با اکانت گوگلتون هم میتونید لاگین کنید و در واقع اکانت بسازید، که خب منم همین کارو میکنم. با اکانت گوگلم میخوام ساین اپم رو انجام بدم، کلیک میکنم روی اکانتم و خیلی راحت وارد داشبورد سایت AnyWord میشن بچه. سایت AnyWord یک سایتی برای نوشتن مقاله هستش، SEO ها رو در نظر میگیره. حالا SEO چیه بچه؟ SEO مثلا اون چجوری بهتون میگم، بعضی وقتا مثلا دیدید شما این مقاله میخواید بنویسید از کلمه های قلمبه سلمبه داخلش استفاده میکنید، که خب بیشتر معمولا توی مقاله های علمی هستش یا این چیزها، اونو میگن مثلا SEO. یه همچین حالتی سرچش بالاتر باشه، کلمه های بهتری باشه. توی سایت که اومدید بعد از لاگین کردن اکانتتون بچه ها رو توی گزینه بلاگ ویزارد کلیک میکنید، بلاگ ویزارد. بعد از اون شما بلاگ پست فلام اسکرچ رو اینجا کلیک میکنید، یه دونه پست جدید میسازید بچه ها. این قسمت که میاد اگر برامون بیاد که از رو بهتون توضیح بدم خیلی بهتره بچه ها. ازتون یه دونه موضوع میخواد، میگه آقا موضوع این آرتیکلی که داری درست میکنی چیه؟ شما راجع به چی اصلا داری درست میکنی آرتیکل رو؟ من مثلا موضوع رو میذارم 10 ماست را ماست اکسپنسیو در اینجوری شد اکسپنسیو برند. 10 most expensive brands، یعنی نمیدونم دقیق نوشتم اون expensive رو، املاش رو نمیدونم درست نوشتم یا نه، ولی امیدوارم که درست باشه. 10 تا از گرونترین برندهای دنیا که حالا هستن رو شما میتونید داشته باشید، یا مثلا 10 most expensive watch brands یا همچین چیزی مثلا watch brands. خب next رو میزنیم. موضوع ما 10 تا از گرونترین برندهای دنیاست که حالا سئو کیوردش، کلمه کلیدیش expensive watch میتونیم داشته باشیم، یا مثلا luxury brands مثلا، یه همچین چیزهایی هم میتونیم بذاریم. و نکست رو بزنیم بچه ها. اینجا میاد برای شما یک تایتلی در نظر میگیره، یعنی یک نوشتهی به عنوان نوشته اولیه پاراگراف شما. آقا موضوع شما راجب این هستش که خب 10 تا از گرونترین برندهای ساعت و حالا دو تا سئو کیوردز مثلا لاکچری و گرون قیمت و این چیزها داره. این قسمت تایتل شما میاد براتون یک تایتلی با سئو بالا انتخاب میکنه. آقا 10 of the most expensive most رو اشتباه نوشته بودم بچه، با او بود most expensive watch brands that money can buy. 79 سئوش بچه ها، همطور که میبینید مثلا پایینی ها سئوشون بدتره، ولی خب ما این اولیه رو کلیک میکنیم، next رو میزنیم. دوباره میاد برامون یه دونه outline suggestion آماده میکنه و در واقع اون 10 تا برند رو برامون خودش سرچ میکنه و میاره. یعنی شما حتی نیاز نیست برید برنداش رو سرچ بکنید بچه. این قسمت میاد براتون میاره. حالا اگر دوست داشتید میتونید عوضش هم بکنید. مثلا من دوست دارم این دومیه رو عوض کنم، بنویسم رولکس. خیلی ساده میام مثلا عوض میکنم بنویسم رولکس، هر چیزی که دوست دارید. اینا هم اون 10 تا بچه، 10 تا از برندهایی که خیلی خفنن. دوباره نکست رو میزنید و موضوع بعدی میاد براتون یه دونه پاراگراف شروع درست میکنه، اینترو براتون درست میکنه. آقا که آقا اصلا برند مثلا ساعت‌ها چجوری هست، منظور از گرون و لاکچری بودن چیه، میاد مثلا اینا رو براتون درست میکنه به عنوان یک اینتروی که توضیح اولیه بده راجع به این موضوع، و بعدش بیاد و این برندها رو یکی یکی معرفی کنه بچه. دوباره همون که سئو بالاتری داره رو انتخاب میکنیم و این قسمت continue to editor رو میزنیم بچه. تا به الان ما یک متنی داریم، یا به اصطلاح یک مقاله‌ای داریم که یه دونه موضوع خیلی خوبی داره. از این قسمت در واقع
یک تایتلی داره، یک اینتروی بهمون توضیح داده و این قسمت اومده تک تک این برندها رو بهمون توضیح داده. حالا اسم برندها رو داریم، حالا یک سری توضیح هم راجبمون برند میخوایم دیگه. میایم توی این قسمت و گزینه جنریت رو کلیک میکنیم بچه‌ها. وقتی که جنریت رو بزنیم، خود سایت میاد برامون یک متن خیلی خفنی رو راجب این که اصلا از چه سالی این برند مثلا درست شده، مثلا چه جوری هستش، قیمتاش به چه صورتن، طراحاش از کی بودن، کی بودن و کلا چه جوری بوده رو درست میکنه برامون. میبینید گفته که مثلا این برند پیتک فلیپ is a Swiss luxury watchmaker که watchmaker میگه یک برند لاکچری سوئیسی هستش که از سال 1851 پدید اومده و در واقع داره کاراش رو انجام میده. یه همچین حالتی، حالا اگر کم بود جنریت رو دوباره میزنید، اگر بد بود جنریت دوباره رو میزنید، هم خوب این عالیه. دوباره مثلا توی رولکس میایم و جنریت رو میزنیم بچه‌ها، میره داخل گوگل برامون سرچ میکنه راجع به رولکس و یک متنی اینجا برامون آماده میکنه، میگه که آقا این برند توی سال 1905 رولکس در واقع به دست اومده و حالا بهتون یک سری از اون افرادی که حالا طراحیش کرده رو میگه. میگم در کل یک مقاله خیلی خفنی داره براتون میسازه. دوباره جنریت رو میزنید و دوباره میاد و یک توضیح دیگه میده. همونطور که این قسمت هم میبینید بچه، این قسمت تعداد کلماتش مثلا الان 370 کلمه است. آرتیکل ما مثلا اینو گذاشی شد 485 کلمه. وقتی کل این 10 تا رو براتون توضیح بده مطمئنن بالای 1500 کلمه میشه بچه. دوباره مثلا این هم اگر براتون جنریت کنه، میبینید کامل داره براتون یک مقاله خفن درست میکنه که خیلی ساده بتونید به مشتری تحویل بدید. ببینید تا چهارمی شده 620 کلمه، 6 تا دیگه هنوز مونده بچه‌ها. خیلی ساده میارید این کار رو انجام میدید، مقالتون رو کامل میکنید. اما خب موضوع مقالتون کاملا بستگی داره به چیزی که اون مشتری ازتون خواسته بچه. بعد از اینکه مقالتون رو کامل کردید، خیلی ساده میاد کپی تو کلیپ بورد رو کلیک میکنید. مثلا الان اگر من توی نوت پد بیام این رو قرار بدم، مثلا یه همچین حالتی میبینید که من اون موضوعامو دارم، اینترومو دارم و من این رو مثلا زیاد بکنم، خب موضوعمو دارم، اینترومو دارم، یکی یکی هم این برندا رو دارم، حالا یکم بد شده ولی توضیحاتش کامل هستش و همه یه حالا اون برندهای ساعت رو توضیح دادم و تمام شده و رفته. یعنی یه چیز خیلی خفن، یه چیز پروپیمونی برامون درست شده بچه‌ها. بعد از اون میرید به فردی که بهتون سفارش داده، سفارشتون رو تحویل میدید. بعد از اینکه سفارشتون رو تحویل دادید بچه‌ها، توی این قسمت بالانستون افزایش پیدا می‌کنه، یعنی حالا به همون قیمتی که پروژه‌تون رو دادید اضافه میشه، $3، $5، $10، هر چقدر. و بعدش حالا میتونید براش بزنید همون رو، میتونید هم برای در واقع نگه داشتنش حالا صبر کنید که بیشتر بشه اگر هم دوست دارید براش بزنید. خیلی ساده توی گزینه سیتینگ رو کلیک میکنید بچه و توی بخش تنظیماتش که میرید یه دونه قسمت پیمنت متد داره، خیلی ساده کلیک میکنید روی پیمنت متد. این قسمت انواع و اقسام متدهای براش هستش بچه ها، دیجیتال ولت های مختلف، کاستوم پیمنت، کریپتوکارنسی، کارت کردیت و در واقع کردیت کارت نظرت میخوام و کلی چیزهای مختلف که میتونید برداشت بزنید بچه ها. خیلی ساده میاد دیجیتال ولتتون رو مثلا ست میکنید و خیلی 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 آسون برداشتتون رو میزنید بچه ها. دیگه چیز خاص دیگه این نداره که بهتون بگم. اگر هم سفارش براتون اومد، یعنی هر فردی خواست بهتون سفارش بده، توی این زنگوله این بغل یا توی قسمت این باکس یا توی آلرت براتون ارسال میشه بچه‌ها. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو رو همراه من بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، چنل منو ساب کنید، یک کامنت هم بذارید و کلی به من انرژی انگ بذارید بچه‌ها. و اینکه عاشقتونم، دمتون حسابی گرمه. و اینکه قبل خدافظی این ویدیویی که این بغل براتون گذاشتم هم حتما حتما نگاه کنید و تا ویدیو بعدی کلی مراقب خودتون باشید، سعی کنید پولدار شید و فعلا خدا نگه.